باز هم سازمان لیگ فوتبال از برخورد جدی با فوتبالیستای متخلف تفره رفت. 22 روز پیش بود که با رو شدن تخلف بعضی فوتبالیستا در استفاده از کارت پایان خدمت جعلی، مسئول برگزاری رقابت‌های لیگ برتر برای این بازیکن‌ها خط نشون کشید که تیمشونو که نمیتونن همراهی کنن هیچی، بلکه اینکه برن تو تیمای نظامی هم اینجوری نیست، چون به هر حال نقل انتقالاتی قانون داره، موعدش گذشته. زهران بازیکنای بزرگی هم توی این لیست هست. بله قطعا بازیکنای بزرگ در تیمهای پرطرفدار. خود ترخ میکنه قضیه رو دیگه. به هر حال این اتفاقات اصلا فوتبال رو ترخ میکنه. من فکر میکنم به سلامت فوتبال داره لطمه وارد میاد و توهین شده. اما حالا که جنجال این تخلف بزرگ کمی در رسانه ها فروکش کرده، رئیس سازمان لیگ در نشست خبری امروزش با خبرنگارا با یه عقبگرد آشکار گفته احتمالاً برای این بازیکنان فقط یه محرومیت 2-3 ماهه در نظر گرفته میشه و بعد از اون میتونن در تیم‌های نظامی دوباره پا به توپ بشن. این پا پس کشیدن در حالیه که مدیر کل تربیت بدنی نیروهای مسلح چند وقت پیش صراحتاً اعلام کرد که به هیچ وجه از این بازیکنان در باشگاه‌های نیروهای مسلح استفاده نمیشه. مطمئنن ما مصمم اینیم که در باشگاه‌های نیروهای مسلح از وجود اینا استفاده نکنیم. ما گفتیم که اونهایی که واقعا سیر قانونی و روش مقررات خود ما رو دنبال کنن، ما از اونها استفاده میکنیم. علاوه بر این، رئیس کمیته اخلاق هم از احتمال محرومیت مادام العمر این بازیکن‌ها گفته بود.